چقدر برا زینب سخت بود. لیلا بچهشو بفرسته، رباب بفرسته، نجمه بفرسته. بعد زینب چیزی نداشته باشد پدای ابا عبدالله کنه. همت سنی هم نداشتن محمد و اون آقا 10 و 11. اما اینا رو آورد آب که نداشت، چشماشون رو همه رو سرمه کشید. لن تنال البر حتی تون فبول ما توه. اونی که دوست داری بعد میخواست خوشگل بشن، جگرش بسوزه، عجلش زیاد شد. بعد این بچه هاشو بوسید، دیدیم مادر آقا چجوری قربون صدقه اولادش بود. سرمایه هاش بودن دیگه. گفت مادر فداتون میشه، دایی رو کمک میکنی؟ گفتن ما غلام حضرت حسین ابن علی. گفت برین تو خیمه دایی مؤدب بیستین. گفت اگه دیدین دایی جلوتون رو گرفت، او رو به مادرش فاطمه بزن. امام وقتی چشمش بیرین بچه ها، واقعا آقا دلها بسوزه برای آقایی که بچه ها رفتن کمکش کنن. جوانا شما کجا بودید؟ به خدا اگه این جوانا بودن بچه 10 ساله نمیرد. امام فرمودن خواهرم اینا باباشون نیست، شاید راضی نباشد، ما نظر عبدالله رو ندارم. اینجا بی بی زبون گفت عبدالله خودش اینا رو حواله کرد، گفته اینا رو فدای علی اکبر. امام فرمودن خواهر اینا برن خواهرم، کاری ازشون بر نمیاد، بچه 10 ساله کاری نمیتونه کنه، کشته میشه. اینا رو بردارن. اینا دستشون انداختن گردن هم، گفتن یا خواهر به حق امت. دیگه امام نتونست مقاومت کنه، تو اگه میخوان برن برن. زینب تو اجازه رو گرفت چیکار کرد؟ رفت تو خیمه، پرده خیمه رو، نه بدرقه این بچه ها اومد، نه چقدر سخته. الان مادرها میدونن من چی میگم. به خدا آقا دلش لک میزد یه بار دیگه بیاد اینا رو بغل کنه. مادر دیگه، مادر میخواد بچه هاشو بغل کنه، کی میتونه بره تو خیمه پرده رو بندازه؟ امام اومد اینا رو برمیگردون، یه دونه رو زیر این بغلش گرفته بود، یه دونه بچه بودن، یه دونه زیر این بغل. هر چی زن بود از حرم اومد بیرون، همه گریه میکردن، همه لطمه. اما دیدم مادر این بچه ها تو خیمه از پرده رو بیرون. بعد ها عبدالله شنید اینو براش گفتن، یه روز از بی بی سوال کرد، گفت من شنیدم هر چی شهید شد تو اول اومد مسجد. اما بچه های ما شهید شدن. آقا اینو که گفت بی بی، گفت عبدالله هر مادری بچه هاشو دوست داره. به خدا دلم لک میزد یه بار دیگه بیام اینا رو بغل. اما عبدالله گفتم نکنه از خیمه بیام بیرون، حسین خجالت میکنه.